لکه څنګه چې په بلخ کې خلک د شپې لخوا ګرځبندیز ته وایي چې دا کار کولی شي جرمونه هم راکم کړي. په یو شمېر ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز د دولت لخوا لګول شوی دی او خلک هم له دې څخه هرکلی کوي. دا چې څومره د جرمونو په کموالي کې مؤثره تمامېدلی شي، څومره یې خلک مراعتوي، هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو. بشیر انصاري زموږ همکار له بلخ څخه همداسې په سکایپ لاله راسره دي. بس له ده سره یې دمار کوو. انصاري صاحب سلام، وخت مو په خیر. انصاری صاحب، په سر کې دغه د ګرځبندیز په اړه وایاست چې څومره خلک مراعتوي او څومره ورڅخه هرکلی کوي، څومره مؤثره تمام شوی دی د جرمونو په کموالي کې؟ البته چند شبانه روز میشه که قیود شبگردی در بلخ و در شهر مزار شریف تطبیق میشه از سوی نیروهای امنیتی به ویژه پلیس بلخ، که ای با استقبال باشندگان بلخ روبرو شده. ما صحبت هایی که با اقشار مختلف بلخ داشتیم میگن که این مفید تمام شده و دزدان و سارقان حداقل نمیتونن از طرف شهر قسمی که قبلا جرمهای جنایی خیلی ها به اوج خود رسیده بود، حالا نمیتونن با خاطر آرام اونها بتونن به او پلان های جرمیشان دقیقا دست بیاوند. هرچند که بعضی از باشندگان شهر هم انتقاد میکنند که این دقیقا وضع محدودیت بر حقوق فردی افراد محسوب میشه. فرمانده پلیس بلخ هم میگه که ما تانستیم با تطبیق این روند در شهر مزار شریف حداقل بتانیم از حضور گروه های حراس افغان و گروه های سازمانیافته جرمی جلوگیری میکنیم و طرح و پلان ویژه در این راستا تدوین شده که با گذشت هر روز و تطبیق از او بیشتر تاکید میکنه. انصاری صاحب، همجوار ولایتونو که هم البته ګرځبندیز لګول شوی دی، چوی څومره خلک مراعتوي په ټول شمال کې، په ټولو ولایتونو کې، او څومره تاثیرات په امنیت باندې درلودلی شي؟ که ما از شهر مزار شریف آغاز بکنیم، این روند تانسته تا حد زیاده بر تأمین امنیت و جلوگیری از جرمهای جنایی در حوزه بلخ جلوگیری بکنه. هرچند که هنوز 8 ولسوالی زیر اداره کنترل، زیر اداره طالبا قرار داره و در سطح ولسوالی هایی که زیر اداره طالبا قرار داره تطبیق از این محال است، اما در داخل شهر مزار شریف تانسته تا حدود مفید تمام شده. بعضی از دکاندارایی که ما دیروز با ایشان صحبت داشتیم گفتند که ما شاهد گذشته خیلی تلخی بودیم و دقیقا افراد سارق و دزد و افراد مسلح غیر مسئول حتی در روز روشن میتونستن که دکاندارین دستبرد بزنن و همه پولهایشان را تاراج بکنن، اما این تانسته که تا حدود مفید تمام شود. از ولایت های همجوار سرپال، سمنگان، جوزجان و همه قسم فاریاب هم گزارش هایی که بر ما رسیده در داخل شهرها این روند تطبیق شده و تا حدود با استقبال باشنده های شمال افغانستان هم روبرو شده. هرچند که در بسیاری از جبهات جنگ نبردها با طالبا جریان داره در همه شهر مزار شریف، به تازگی تانستند که نظامیان افغان که در کنارشان نیروهای خیزش مردمی هم قرار داره ولسوالی کندار ولایت بلخ آزاد بسازند. حالا هم بعد از اینکه سرپرست وزارت دفاع به شهر مزار شریف سفر داشت و هدف سفرش هم بررسی وضعیت امنیتی شهر بود و ولایت بلخ و شمال افغانستان، دقیقا پلانهای هم روی دست گرفته شده تا نظامیان افغان حملات تهاجمیشان را برای واپسگیری بعضی از مناطقی که در شهر مزار شریف خیلی نزدیک است آغاز کنند. انصاری صاحب، په بلخ او مزار شریف کې څومره ولسوالۍ اوس مهال د دولت په ولکه کې دي، څومره ولسوالۍ د طالبان سره دي چې هلته ګرځبندیز هم نه مراعتېږي، او په څو ولسوالۍ کې دا مهال جګړه روانه ده؟ بلخ 14 ولسوالۍ داره، پیش از این 2 ولسوالۍ از زیر کنترل طالبان بود، اما نظامیان افغان اخیرا تانستن یکی از ولسوالۍ ها آزاد بسازن.
وزارت دفاع هم به این ولسوالی سفر داشت، با اقشار مختلف این ولسوالی دیدار کرد. در حال حاضر از جمع 14 ولسوالی ولایت بلخ، 8 ولسوالی زیر کنترل طالبا قرار داره و پلان ها به این است که چند ولسوالی که در به شهرک تجارتی حیرتان هم مرز است و همچنان به شهر مزار شریف نزدیک است عملات تهاجمی آغاز شده و این ولسوالی ها از وجود طالبا پاکسازی شده و پلان ها در این راستا گرفته شده. و این شب و روزها دقیقا دیده میشه که هواپیماهای جنگی ارتش در فضای شهر مزار شریف پرواز میآیند و دیده میشه که حملات از طرف شب هم جریان داره و پایگاه هوایی ارتش که در شهر مزار شریف قرار داره، از اینجا تمام 9 ولسوالی شمال و شمال شرق حمایت هوایی میشه و مواضع طالبا در بخش از شمال افغانستان هدف این حملات قرار میگیره که ارتش بارها با پخش اعلامیه های بر وارد شدن تلفات سنگین بر طالبا حکایت داره. د دولت عملیات په دغه اتو ولسوالیو کې چې اوس مهال د طالبانو په والکه کې دي، څه ډول دي او د خلکو په ژوند کې څه ډول تغییرات دی؟ یعنی په څه ډول یو حالات کې هلته دوی ژوند کوي؟ هشت ولسوالی که هنوز زیر کنترل طالبا قرار داره از اوضاع حقوق بشری خیلی ها دشوار است که گزارش های به دست خبرنگارا برسه، از جمله آریانا نیوز. دقیقا دیده میشه که هنوز بیشتر نیروهای خیزش مردمی که قبلا مقامات محلی بلخ شمارشان را به بیش از 5000 تن گفته بودند و عملا در خطوط مقدم جبهه اینها در کنار نظامیان افغان حضور دارند و حضور از یار بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع هم ستود و از آنها تشکر کرد، هنوز در حالت دفاعی قرار دارند و نظامیان و مقامات محلی میگن که ما روی طرح پلان های منظم نظامی هستیم که هیچ کمبودی در او احساس نشه و بعدا آیسته با تمام تدابیر برای واپسگیری بقیه مناطق بلخ ما پلان های روی دست داریم که به زودی آغاز میشه و مثل که سرپرست وزارت دفاع گفت که ما از حالت دفاعی برآمدیم و حالا در حالت تهاجمی قرار. څنګه چې نن سهار یې د هرات پر مرکز باندې بریدونه کړي وو چې ګویا مرکز ونیسي خو بیرته په شا تمبول شوي دي. په کندهار کې کومې ولسوالۍ چې نیولي هلته ملکي وګړو ته تقریبا 40 کسان وژلي دي، په بلخ کې دا ډول پېښې ترسره شوي؟ مرګون جنگ از ولسوالۍ هایی که حالا زیر کنترل طالبان قرار داره در شهر مزار شریف شاهد هستیم که پناه آوردن به اینجا و شمارشان هم از 20,000 خانواده یعنی بیشتر مقامات محلی و مسئولان ریاست امور مهاجرین پناهندگان بلخ هستند. دقیقا دیده میشه که وضعیت مردم ملکی خصوصا در ولایت های سرپال، فاریاب و بلخ بعد از اینکه جنگ ها در اون مناطق صورت گرفته خیلی ها قناعت بخش نیست و مردم آواره شدند و ولایاتی که دقیقا به شهرهایی که فعلا امن است، اما از بدی معیشت و از بد بودن زندگی که این شب و روز هوای بلخ بالاتر از 40 درجه سانتیگراد است و گرما بیداد میزنه، از سوی هم بحران کرونا یا ویروس کرونا اینا را تهدید میکنه، بیماری های زیاد دامنگیری از شده از جمله بیماری های پوستی یا جلدی، دقیقا که وضعیت پناهندگان خوب نیست و همشان از حکومت خواستار ای است که در مناطقشان امنیت برگردد تا بتانند روی کاربارشان که بیشتر دامداری و کشاورزی و باغداری است به مناطقشان برگردند. اونها همیشه حکایت از این می کنند که آنها در میان جنگ قرار داشتند و هزر دو طرف سلاح‌های سنگین و سپاک استفاده می شد، همچنان به حملات هوایی ناگزیر شدند که اماکن مسکونیشان را ترک کنند و به دیگر شهرها پناه ببرند که وضعیت زندگیشان زیاد مطلوب نیست. انصاری صاحب، څنګه چې تاسو اشاره کړه ډیری بلخیان بزګر دي، د حاصلاتو وخت هم دی، په دغه جګړه ییز حالت کې تخمینا څومره کورنۍ آواره شوي یا بې ځایه شوي دي؟ آیا دوی د حاصلاتو ټولولو لپاره دوی ته زمینه بیرته مساعده شوې که نه؟ چیرې ژوند کوي؟ څومره مرستې ورته رسېدلې؟
پس بالا از یک سو خوشحالیه که دامنگیر کشاورزان در افغانستان شده که بلخ هم شامل این جغرافیا میشه، از سوی هم جنگ و از سوی دیگر وضعیت بعد کرونایی، اینها همه دست به دست هم دادن و وضعیت معیشتی کشاورزان خیلی ها دچار ساختن. مناطقی که عملا جنگ جریان داره و حالا فصل خربوزه، تربوز، انگور، شفتالو است، دقیقا که کشاورزان نمیتونن فراورده های کشاورزیشان را به مارکت های شهر مزار شریف یا سایر شهرهای شمال افغانستان انتقال بدن که این میتونه یک آسیب یا ضرر بسیار جدی بر پیکر اقتصادی کشاورزان باشه. هرچند که خشکسالی آنچنانه که باید روی باغداری تاثیرات منفی میداشت نداشت، امسال قناعت بخش است. اما قسمی که مسئولین کشاورزی در بلخ میگن که حاصلات تربوز، خربوزه و انگور افزایش چشمگیر داشتن و سالیان قبل، اینها نمیتونند که فرآورده های کشاورزیشان را بتابد، موجودیت جنگ در مسیر شاهراها و مارکت های فروش در مزار شریف برسند. دقیقا که اما قسم به دامداران که خیلی ها آسیب رسانده و این روی تمام بخش های زندگی در بعد، اما قسم که قیمت نفت و گاز و همچنان موجود کی بلند رفته روی تمام ابعاد زندگی و بخش های زندگی تاثیرات منفی گذاشت. ولسی پاتون کون کو همغگی ل امنیتی او دفاعی سکتور سره چډول دا څومره دوی په جګړه کې د مخالفینو پر وړاندې برخه اخلي په بلخ کې مقر سوق اداره موقت بر نیروهای بسیج مردمی در ولایت بلخ ایجاد شده و همه قسمه که عطا محمد نور والی پیشین بلخ هم یک نمایش قدرت داشت و در بین سنتها مرد مسلح صحبت کرد، گفت که ما تجهیزات لازم در اختیار داریم و حکومت حالا از این نیروها حمایت میکنه. همه قسمه که رئیس جمهور تنی سفر داشت و بلخ سرپرست وزیرای داخله و دفاع هم سفرهای جداگانه بر بلخ داشت که جهت بررسی وضعیت امنیتی دیده میشه که حمایت های صورت میگیره. و اما قسمه که ما دقیقا سفرهایی داشتیم به خطوط مقدم نبرد در محول شهر مزار شریف میشه که فیلن نقش موثر بازی کردن، اما بسیاری از مردم شهر دیر منان انصاری سب سلامت و سی بشیر انصاری در یعنی نیوز خبرنگار رو لبل تخیر چیه پټوله کې د بلخ امنیتي وضعیت او د چي ګرځبندیز حالت وازه شوی پر همدغه مسله مسره جزئیات شریک کړل.